با سلامی، دوباره به برنامه تاکشو نگاه میکنید از شبکه جانی و خانوادگی و پربیننده تلویزیون ایران ITN. مهمان برنامه همونطور که آگاه هستید آقای سیروس کردونی، یکی از کارگردانان صاحب اسم و رسم در زمینه موزیک ویدیو. آقای کردونی، مجدداً به شما سلام میدم. درود مجدد. خب خسته که نشدید؟ کنار شما هست. قربانت برم. سیروس جان، اگر بخواییم در کل جامعه نگاهی داشته باشیم به باور شما، تاریخچه موزیک ویدیو رو شما از کجا میدونید که اصلا در جهان مطرح شد؟ به چند سال قبل برمیگردید؟ باور من نیست، حقیقتش من یه داکیومنتری راجبش دیدم و نوشته بودم، ولی این برمیگرده به میوزیک ویدیو برای پروموت کردن، تبلیغ کردن آهنگ. این با چیزشه، دفنیشنشه. دقیقا این از MTV گل کرد وقتی MTV اومد، ولی خب قبلش هم ولی میدونستی که دار کم کم داشت ورشکست میشون MTV؟ کم کم، بله. MTV زمانی که جون گرفت، حالا ادامه بدین تا بپردازم ببینم دریچه زاویه شما. بعدش خاط زیاد یادم نیست، ولی خب شکل ها و فرم های مختلفی گرفت، ولی از اول واسه پروموشن کار خود ترانه بود که الان بعضی اوقات میبینی یه کمی برعکس میشه. بله، تصویر باید آهنگ رو با خودش بکشه. ولی در از یه جهتی هم اگر شما البته خیلی جوان بودید، شما برگردیم به گذشته، میبینیم که موزیک ویدیوی مایکل جکسون، تریلر اون موزیک ویدیو $2 میلیون 14 دقیقه‌ای زندگی رو در دنیا تغییر داد. الان میگن موزیک ویدیو برمیگرده به دو قسمت، قبل از مایکل جکسون، بعد از مایکل جکسون. و واقعا MTV از ورشکستگی در اومد به خاطر این موزیک ویدیو و میلیون ها دلار فروش کرد. و آینده موزیک ویدیو رو چی میبینی؟ آینده ویدیو کلن عوض شده. الان من تو این مدت کرونا یه مدت یه کانالی بود روشن میکردم، موقع آشپزی میدیدم، میدیدم که آرتیست های بزرگ، فکر کنم مال همون MTV بود و لیتست، آرتیست های بزرگ غربی، نمیخوام بگم آمریکایی، مثلا ویدیو دیدم با جاستین بیور حتی که خودش سلفونش رو دستش گرفته داره سلفی میگیره. یعنی اصلا این داستان پروداکشن که حالا نور پردازی باید اینطوری باشه، دوربین از اینجا، خیلی از 10 ویدیو که میدیدم 8-9 حالت خونگی، تصویرهای شاید بگیم سوخته شده، دوربین لرزشی، و این چشم بیننده امروز به این دیگه عادت کرده. حالا ایرانی ها نمیگم، ولی خارجی عادت کرده تصویر دستی باشه، سوخته باشه، لرزشی باشه، جزو هنر اینو حساب میکنن. حالا 1/10 هم هستش که هنوز پروداکشنه همون MTV مانند و هالیوود گلم و این داستانا توش هست، ولی شکلش عوض شده. من فکر میکنم به جایی برسه که دیگه اسم هر چیزی رو بشه به عنوان میوزیک ویدیو قبول کرد و توی شبکه‌ها گذاشت. حداقل به حال من راست بگی، من یاد با احترام به تمام کارگردانان موزیک ویدیو که واقعا کار همشون رو من دوست دارم، میپسندم، یکی دو بار اسم کوجی رو من آوردم یادم. من این مثالی که شما زدی منو یاد کوجی انداخت، در یک گفتگو باهاش داشتم، با یه دوربین $90 رفته بود یک موزیک ویدیو اصلا شاهکار از هنگامه گرفته بود. اونم کجا؟ شهر منطقه‌ای. کجا؟ شهری که تکون بخوری پلیس میاد سراغت که آ چیکار داری می‌کنی. با همین دوربین رفته بود یک موزیک ویدیو شاهکار از خانم هنگامه گرفته بود و چقدر مورد توجه قرار گرفت. سیروس کردونی عزیز، مدت هاست میبینم که یه همکاری بسیار نزدیکی شما با خواننده خوب، محبوب، دوست داشتنی قدیمی خانم لیلا فروهر دارید. چطور شد این خانم لیلا فروهر رو
و خواهر گرامیش که منیجمنت کارهایشون بر عهده دارن، بسیار انسان‌های سختگیری هستن. بینندگان عزیز فور سختگی دیدی که یه لبخند هم زد. چطور شد این فریبا فروهر سختگیر، خواهر لیلا فروهر سختگیر توانسته که با اینا کنار بیاد؟ ببینید همه چی به زبانه، میگم ما زبون همو میفهمیم. حالا کوجی عزیز گفتید، من مثلا اولش که قدیما که کوجی دور و دور میدم وقتی صحبت میکردم، من زبونش نمی فارسی صحبت میکرد ولی نمیفهمیدم منظورش چیه، زبونش چیه. الان کاملا میفهمم چی میگه، مثلا احتیاج نداره از نگاه با فریبا، خانم فریبا فروهر، لیلا، خانم لیلا فروهر عزیزم، دیگه بعد از 3-4 تا کار من زبون خانمای فروهر رو، یعنی فریبا فروهر و خانم لیلا فروهر رو فهمیدم و اونم تقریبا زبون من رو متوجه شدم و دیگه کار روی روال راحتی افتاد و فکر کنم الان تا الان 15 تا کار آخرین بار که نگاه کردم. 15 کار؟ آره، حالا شاید با فریبا فروهر و لیلا فروهر. آقا جایزه چی من به شما بدم؟ بذارید من یه جایزه کنم در دسته. آقا من این جایزه شیر رو خدمتتون میبرمش. نه خاطرات خوبی بوده، همش خاطرات خوبش. ولی دوستشون دارم و بسیار هنرمند توانایی. ما متاسفانه باید بگم خب هنرمند موندنی خانم توی صدای خانم توی ایرانی که موندگار باشه کم داریم. بله. و خانم لیلا فروهر یکی از اونا هست که قابلیت صداشو تو کارهای سنتی، آلبوم سنتی هم مدرن سنتی درست کردن، قابلیت صداشون اونجا واقعا دوباره مهرشو کوبوندن. بسیار یه ویدیوی خیلی قشنگم اونجا با هم کار کردیم اتفاقا تو اون کار سنتی. بریم آقای وحید فیاضی عزیز، بریم یکی از موزیک ویدیوهای خانم لیلا فروهر، این هنرمند پرآوازه بسیار مهربان دوست داشتنی رو نگاه میکنیم که البته پشتوانه هر مرد موفقی همسرشه، ولی خواهر لیلا فروهر یکی از دلایل موفقیت لیلا عزیز هستش که خود شما میدونین توانایی لیلا مثال زدنی است. به هر دوشون تبریک میگم. بریم به یکی از موزیک ویدیوهایی که کارگردانیش و سیروز خان کردونی عزیز انجام دادن با هم تماشا میکنیم.
سر عایق عشقم تو اقیانوس شیرین نگاهت، هنوز آغوش تو ساحل امنه برای من که هستم چشم به راه، من اینجا تک و تنها تا همیشه به انتظار دیدنت میمونم، آخه فرض محاله که خودم رو بدون تو به ساحل برسونم. جهانم بی الف شد وقتی رفتی، همه روزای من هم رنگ شب شد، شدم بر توی دریا چه یه عشق، دلم از این شکستم جون به لب شد. جهانم بی الف شد وقتی رفتی، همه روزای من هم رنگ شب شد، شدم غرق توی دریا چه یه عشق، دلم از این شکستم جون به لب شد. براو براو براو. چه مدت وقت شما رو برای این کار وقت گذاشتی در واقع؟ خود فیلم برداریش یا؟ بله خود فیلم برداری. فیلم برداری کوتاه، اصولا یه روزه یا بله. مکسیموم دو روز. این تدارک قبلش وقت میبره. اون بیشتر از همه چی وقت میبره، دردسرش زیاده. ادیتینگ هم نه، دو روز دیگه مثلا. دو روز وقت میبره. آه تدارک قبلی. تدارک قبلش. شما معمولا پروژه رو مینویسین در اختیار هنرمند قرار. نوشت و خرجا رو در آورد و آدما رو پیدا کرد و محل رو پیدا کرد. همه اینا رو دوش شماست. البته اینو بگم، با حسن خوبی که با فریبا جون کار کردن اینه که فریبا جون خیلی خوبه توی پرودوسینگ، توی تهیه. بله. و اصولا 80-90 درصد تهیه رو دستشون میگیرن. بسیار عالی. آره. نمیدونم باشن، فکر کردم یه زنگی بهش بزنم الان. الان نمیدونم باشه یا نه، بزن ببینیم که منم ماها صحبت نکردم. بزن ببینم میتونم پیداش کنم. در ضمن کوجی عزیزم تو این ویدیو هایی که آدم میبینه مثل عکسه، واسه من خاطره است، هر ویدیو میبینم خاطره های کار یادم میاد. کوجی عزیزم با ما همراهی کرد، کمک اون کرد، اون شب کمک کرد، یعنی آره واسه همین خب صحبت کردیم. کوجی جان دست در نکنه، بریم ببینیم خانم جواب میدم، اگر نداد یه پیغام براش میذاریم که ما به یاد شما بودیم در کنار سیروس کیدونی هستیم. و بذاریم من این بیارم جلو، اگر جواب دادن صدا را اصلا اول بگید رو بگم بهش مگر نگیم چیزه. الو سلام عرض کردم خانم. سلام عرض کردم. سلام، از کجا صدای منو شناختی؟ خانم فریبا فروهر، خانم آقای سیروس کرد. قرار برای یه بعدن داشتیم که بیای استودیو، ولی تلفنی قرار نداشتیم. نداشتم برنامه‌تون رو نگاه می‌کردم. آه باری کلا یه نفر پیدا شد گفت نگاه می‌کنه، همه میگن ای شما تو برنامه هستی؟ شما کجا رو من دیدم؟ نه شما همیشه لطف دارین به ما، ارادت دارین خدمتتون و برنامه‌تون هم خیلی جالب دیدنی. مرسی خانم، خیلی ممنونم. حال احوالتون خوبه؟ لیلا جان خوبن، مامان خوبن. خدا رو شکر. سلام دارم خدمت سیروس خان کرزونی. درود بیکران، درود بیکران. دوست و برادر و عزیز ما. زنده باشی. فریبا جون، اولا من از الان دعوت میکنم هر موقع شما دوست داشتی
یه مصاحبه با شما داشته باشم. هر موقع باعث افتخار منه. قربون شما. میدونین که من 5 روز در هفته کار میکنم. دارم میگم من کلمه جمله هر موقع رو عرض کردم و هر موقع لیلا عزیزم وقت داشتم خوشحال میشم دعوتشو میکنم که یه مصاحبه مصاحبه‌ای که من قبلا با مشکل ما میدونین چیه؟ این راه طولانی ما اورنج خانتی زندگی میکنیم، شما ولی هستین و این داستانای کرونا بود و اینا، حالا انشالله حتما یه قرار میذاریم که خوشحال میشه. خوشحال میشه. فرما جان، خب به هر حال با توجه به حساسیت و خصوصیاتی که در ارتباط با لیلای عزیز شما دارید، در ارتباط با تمام کارهاشون از الف تا ی یا ای تو زی، و قبلا هم با بسیاری از عزیزان کارگردان موزیک ویدیو همکاری داشتید، علت این که الان من سیروس جان اشاره کردن که 15 موزیک ویدیوی لیلای عزیز رو کارگردانی کردن، علت انتخاب شما در سیروس کردونی برای موزیک ویدیوها چیه؟ چه خصوصیاتی رو در ارتباط با سیروس کردونی دیدی؟ خواهش میکنم تعارف نکن اگر احیانا مواردی. نه، من همیشه واقعیت میگم. اخلاق خوب کارش بسیار حرفه‌ایه و خوبه و واقعا با حساسیت کار میکنه، خیلی نگران حتی بیشتر از خود خواننده که همه چی درست در بیاد، لوکیشنی که انتخاب میکنه، لایتینگش، بازیگرایی که توی ویدیو هستن، ادیت ویدیو، و واقعا در مورد کارش حساسیت های خیلی خوبی داره که نه. برای همینم کار خوب در میاد نه. و از نظر تایمینگ، از نظری که کار بخواد تحقیق بده سر موقعی که خواننده قرار داره، واقعا همه چیزش کلن خوبه و دوستان دیگه هم همینطور. بله بله. خب ببینید تنوع کاری توی کار، مثلا ما 120 تا میوزیک ویدیو داریم، خب این پخش شده بین دوستان عزیز. بله. یکیشون سیروز عزیزه که کارش فوق‌العاده است. بله. و ما مثل سیروز الان توی مارکت ایرانی خیلی کم داریم. بله. دقیقاً. بله. بله. که حس ایرونیش هم در ذهن داشته باشه. بچه‌های هستن که خیلی خوبن. بله. شاید کار میوزیک ویدیو می‌کنن، ولی اینکه اون شخص بتونه موزیک رو حس کنه، شعر رو حس کنه، خیلی کم داره. شاید به انگشت دست چند نفر باشه. بله بله. بخوایم حساب بکنیم. برای همین برای ما هم کار سخت‌تره دیگه. خب سیروس جان عزیزم واقعا وقتی شعر بهش میگی، اون حس شاعر آهنگساز رو میگیره و علاقه داره به این کار و معنیشو حس میکنه، به خاطر همین میتونه به تصویر بهتر بکشه. بله. یه کسی که اینو حس میکنه و ماشاءالله تجربه زیادی هم داره، با اکثر هنرمندا کار کرده و ما هم همیشه باش خوشحال بودیم. و کار آخری هم که داشتیم، گلم، که خیلی مطرح شده، یکی از اون کارات که خیلی همه راجع به رنگش، راجع به تاثیر برداری و راجع به کار سیروس واقعا حرف میزنن و دوست دارن کارشو. به نام موزیک ویدیوی گلم. بسیار. این آخرین کاری بود که ما ارائه دادیم از طریق کمپانی آونگ. بسیار آهنگ شاد و برای عید نوروز اومد بیرون. موقعشم همون. بعدم میگم خیلی رنگامیزی، لوکیشن، ادیت ویدیو، همه چی با هم خوب بوده، تلفیق شعر و آهنگ، و وقتی کار میگیره که همه اینا با هم دقیقا جور در بیاد. دقیقاً فریبای عزیزم. ما می‌بینیم یه شعر و آهنگ زیباست ولی ویدیوش اونقدر نباید مثلا خوب نبوده. نه اینکه بگم حتما باید پروداکشن آنچنانی بشه، ولی با یه دوربینم یه کسی مثل سیروس میتونه یه کار خیلی قشنگ در بیاره. بله. دیدم از کاراش، یه کاری برای شادی کرده بود که درست میگم سیروس جان، توی حتی گاراژ خونه‌ت این کارو گرفته. بله. با یه دوربین و بدونی که زیاد پروداکشن نشه، ولی بسیار زیبا، پرمعنی و خیلی خوب ادیت شده. این مهمه برای مارکت ما، این که خواننده هامون متاسفانه باجت‌های آنچنانی ندارن که ویدیوهای هالیوودی درست کنن. ناله. ما یه موقع این کارو 20 سال پیش، 27 سال پیش کردیم با ویدیو شمیم، ولی واقعا دیگه اون باجت‌ها وجود نداره. بله بله. چقدر موزیک ویدیو کارگردان هم باید با اون باجت‌های ما بسازن. حالا باید بله اون موزیک ویدیو شمیم من خیلی دوست می‌دارم و بر اساس اون موزیک ویدیو هم ما یه کاری کردیم. اون زمان فکر کنید 30 سال پیش ما 80,000 دلار خرج کردیم برای اون کار. بله. بعد اما الان دیگه بعد از اینکه سی دی ها از بین رفت و کمپانیا نتونستن به خواننده ها در اختیارشون باجتی بذارن، خب این مسئله همه چی تغییر کرده. یعنی خواننده باید خودش خرج ویدیوشو، درسته، شعرشو بده.
و شاید یه مقدار کمیشو بتونه کمپانی تقبل بکنه. درست. و دیگه مثل اون موقع ها نیست که مردم سی دی رو بخرن یا ویدیو بخرن. مثلا 4 تا ویدیو VHS داریم توی مارکت که هر کدومش توش مثلا 12 تا آهنگه. فریبا جان در ارتباط با موزیک ویدیو شمیم گفت واقعا دوست آقا منم یه مدت این موزیک ویدیو پخش شد جان؟ من دارم برای سیروسی که ادونی در ارتباط با موزیک ویدیو شمیم صحبت میکنم، میگم این موزیک ویدیو شمیم پخش شد، فوق العاده زیبا واقعا جالب. آقا ما نگذاشتیم، رفتیم بر اساس این سوژه برنج پری رو روی شمیم آقا بخو انقدر این برنج پری فروش کرد انقدر، ولی به هر حال فریبا جان یه دقیقه سیروس تو رو خود میخوای با اینو بیزینس کنه یا اینکه قطع شده میتونیم واقعا به هر حال همه میدونیم که فریبا خواست ویژه که خودشو داره، میدونیم نمیشه آدم کتمان کنه، نکنم تو کارش نیست، میکنه حتما چیزی که بخواد. چه مواقعی شد که البته درست گفتی بعد از موزیک ویدیو چهارم زبان فریبا رو متوجه شد، واقعا چه موقعی شد که گفتی دیگه با اینو کار نمی کنم؟ نبوده. من نکن. نه دارم فکر میکنم چون یه جا آخر سر، خب بعضی وقت شما هر کاری بخواییم بکنید یه جاهایی هست که تفاهم فکری شاید ندارید، اونم میتونه به دلیل این باشه که شاید من نمیتونم خودم رو خوب مطرح کنم، بگم چی تو فکرم یا چی میخوام یا نظرم چیه، ولی آخر سر به یه جایی میرسیم که همدیگر رو میفهمیم و تفاهم میکنیم، تا وقتی اون تفاهم باشه کار ادامه داره. حالا شاید فریبا خانم یا چون نباشه، بوده یه موقعی که مثلا من هر کاری خواستن انجام دادم هپی نبودم، آخر سر گفتم هپی نیستم، که گفتن هر کاری دوست داری حالا همون کاری که دوست داری بکن، و کردم اونی که من دوست داشتم، من خودشون آخر سر قبول کردم. این تفاهمه، برعکسش هم هست، چیزایی هستش که شاید فریبا خانم مثلا بخواد من قبول ندارم، میگه حالا بگی تو ادیت نخواستی استفاده نمی کنیم. تا وقتی که اون بده بستونه دو طرفه باشه، آدم حرف هم دیگر رو دو طرفه گوش بده، کار پیش میره. براو به هر دوی شما، به هر سیش. هیچ کس با ما کار کرده خوشبخت با نیست، من گفته دیگه نمیخوام بازون کار کنم، ممکنه من یه خود سختگیری میکنم، ممکنه تایم بیشتری میبره کار ما به قول سیروس، یعنی ما بیشتر وقت میذاریم برای ادیتش، برای خوندنش، برای میکس کردنش، و هدفمون هم چون با عشق این کار میکنیم، میخوایم خودمون در درجه اول راضی باشیم از اون کار، اون وقتی که احساس میکنیم 20 سال دیگه اون کارو گوش میدیم نگرانی نداریم، حداقل خودمون ساتیسفای بودیم به قول امریکایی‌ها. و وحی جان دوست داشته باشیم. اون عکس فریبا و لیلا رو لطفاً بگذارید. گفتم فریبا جون یه عکس بفرست که موقعی که صحبت میکنیم تکشات شما باشه، ببین انقدر این وابسته به لیلاست، انقدر وابسته به فریبای لیلاست، نمیشه که فریبا تن آره یه عکس دو نفره فرستاد، یعنی من گفتم یه عکس یه نفره، ولی به هر حال این عکس هم زیباست که اگر واقعا این عکس چون خیلی زیباست و به من خودم خیلی شخصا دوستش دارم، برای همین فرستادم. بله خیلی ممنون. بله خیلی عکس زیباییه. بله ببینی گفتم عکس خودتو بفرست. خودی عزیز گرفته. به به خودی هم یکی از کسایی که ما باهاش بسیار کار کردیم، و همه این بچه‌ها واقعا برای اینداستری، برای موزیک ما زحمت کشیدن، چون میگم با سختی‌های بسیار کار میکنن. یه موقع مثلا سیروس میگه این کارو میخوایم بکنیم باجت نداریم، ولی بالاخره یه جوری درش میاد. مرسی. این خیلی مهمه. مرسی. به هر حال تبریک میگم بهتون، به لیلا جان سلام برسون، به مامان سلام برسون. خیلی ممنون. خیلی خوشحال شدم صداتو شنیدم. همچنین مشتاق باشی. مشتاق دیدار. بتونیم کارهای بیشتری با هم داشته باشیم. از شما هم همینجوری خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. ما در خدمتتون مجدداً دارم تکرار می‌کنم، هر موقع وقت داشتی خودت یک جا دعوتت می‌کنم. لیلا عزیزم هر موقع وقت داشت از الان من دعوتتون می‌کنم به تاک شو. براو براو. مرسی. خب با بسیاری از هنرمندان صاحب نام شما کار داشتیم، فعالیت داشتید. میخوام
بپردازیم به کسانی که تازه نفس هستن، کسانی که کم نامانشون ها به طوری آیا داری در لیست دیگه همچین افرادی رو؟ و میخواستم در این رابطه هم همین بپرسم، با توجه به اینکه اشاره کردی روزی 100 دقیقه موزیک ویدیو از خواننده ها منتشر میشه، حالا نه ولی به طور 100 دقیقه ما در روز موزیک داریم از اون طرف آب ها، باید بگم. خب میخواستم ببینم واقعا با این خواننده های تازه نفس یا کمتر دیده شده آیا در ارتباط هستی، یا آیا براشون کاری رو انجام دادی، آیا میتونی مثالی بزنی؟ کار زیاد انجام دادم، ولی به دلایلی که نامعلومم نیست، حالا به دلایلی کارا کمتر دیده شده و بعضی اصلا حتی دیده نشده. میتونی مثال بزنی؟ دیده نشده ها رو که الان به دلایلی نمیخوام اسم بیارم، ولی اونایی که کمتر دیده شده، من مثلا با یکی از دوستان به اسم دنی آره تو دبی 3 کار کردم، 3 کارم خیلی قشنگ بودن، تجربه خوبی بود. فکر کنم 8-9 سال پیش کارا رو گرفتیم، ولی جزو همیشه هم جزو توی این ریل کارام میذارم، تصویر اوجی قدیمیه با دوربین قدیمی گرفته شده، ولی تصویرهای خوبیه ولی دیده نشدن. این مثلا یه این دیده نشده رو میشه بیشتر باز کنی؟ کاری که شما گرفتی قابل قبول اکثر تلویزیون ها هست و بسیاری از کارهای شما پخش نشدن، نمیتونم بگم. حالا این دلیلش چیه؟ دلیلی که شما میتونیم بهش بزنیم، میتونیم با بازه صحبت کنیم، شاید منم دلیلش شما هر خواننده یه سری مشتری داره دیگه، یه سری طرفدار داره. شما میدونی که الان موینو پخش بکنی، داریشو پخش بکنی، بیشتر شاید اکثریت ایرانی ها هم آشنا باش هستن و مشتاق، چون اسمش ابیه، صداش آشناست، صداش آشناست، اندیه، صداش اصلا آشناست، چهرش آشناست. و انقدر الان موج خواننده های جدید زیاده که شما وقتی محو میشن، محو شدنش خارج از اون، همه پول میخوان برای پخش کردن کارا. حالا اگه یه کمی ویدیو بهتر باشه بعضی هم سیروس جان همه پول میخوان، شما این کارا رو به صورت رایگان انجام دادی؟ نه من رایگان انجام ندادم، ولی من اونم میفهمم که بعضی ها، ببینید آخه این دیگه بستگی داره که آرتیست وقتی میاد کار رو انجام میده چه توقعی داره. بعضی توقع دارن که کمپانی بیاد یه پولی هم هزینه هم بده، بعضی چیز دارن که توقع دارن که طرفدار، هر کی یه توقع داره، من چه میگم. ولی الان اگه شما یه موقعی هم 2-3 تلویزیون بود، الان 20 تلویزیونه، 20 وبسایت، همه رو شما بخوای پول بدی اونجا دیده بشی؟ خب نه، شما یه جا ببخشید مثال غذا رو میزنم، نه بزنید اجازه یه چیز بگم. شما میرید یه جا کوچه‌اول میخرید 99 دلار 99 سنت میدید، یه جا میرید کوچه‌اول میخرید اگه توانایی داشته باشی 1000 دلار میدید. میدونین چی عرض میکنم؟ به هر حال ما که فلان تلویزیونی نیستیم که به طور مثال من چون تو این تلویزیون دارم صحبت میکنم، مثال این تلویزیون، ما که فلان تلویزیون نیستیم که بودجه پنتاگون پشت سرمون باشه یا فرد بفرمایید دستگاه CIA ما رو ساپورت کنه و همه اینا مسائلی داشته باشه، اصلا پولی هم نداشته باشه، ما 5000 دلار به گویندش بده، ما 10000 دلار خرج دکور کنه، یه برای یه صحنه مثلا طرفو بیاره فرست کلاس ببره بیاره توی عرض کنم بهترین هتل بشه، ما که نیستیم، شرایطی که نداریم. حالا اگرم یک کسی در این رابطه میخواد، امکان داره، ما که البته همیشه در کنار برای بچه ها بودیم، شناسنامه 30-40 ساله برنامه های تلویزیون آقای شبخیز نشون میده، حالا من کمتر در اینجا هستم ولی به هر حال شاهدم. از این نظر اون عزیزی که داره این کار انجام میده باید فکر این که احیانا برای پروموشن باشه یا اون کمپانی رو مجاب کنه که لااقل این ایشون رو ساپورت کنه. میدونی چی عرض میکنم؟ اینو من از این نظر دارم میگم. حالا اسم ایشون چیه گفتین؟ این دوستی که الان گفتم دنی. حالا ما این دنی رو به خاطر گل شما، گل روی شما آقای سیروس خونه که دنیا عزیز مهربون
وحی جان این دنیل اگه ممکنه توی یوتیوب بسیار خوب بفرم بپرشم. هم روز دوم میز ویدیو دنیه اینجا در سریلانکا خارج شهر کلامبا هستیم با دویندا. دویندا از انوی بوی پیکچرز صاحب کمپانیه که داره ما رو کمک میکنه. در یه دونه تمپل هستیم، خارج تمپل میخوام شروع کنیم و رقص رو بگیریم. با ما باشید. از دویندا متشکرم. Thank you, sir. No problem. خواهیم میمونه احلی داشته باشیم ولی اینم به نظر یکی این وحشی میاد. آه، بیگی کردی. ده سالش. نه بابا. سر پدرت نه. بهش میگن فایر انس، دارن روش بنزین میریزن که از بین برن، چون اگه پای رقصنده ها رو بزنن رقصنده ها نمیتونن دیگه اصلا راه برن. خودمون باز با کفش ها اونه ولی باز بگیم از این که با عشق و وفا تو زندگیم پا میذاری، از این که قلبی مهربون مثل فرشته ها یعنی برای آرزوی موفقیت داریم و انشالله که بتونیم بیشتر با هم کار کنیم. پولم نمیخوایم. چی بگم دیگه؟ خوبی به وقتی؟ نه پول یه دلیلشه. به حال نه حاضرم بوزی ویدیو رو پولشو بدم. سیروس عزیز از اینجا دعوت کنم. داشتم با یه مدیر یکی از این برنامه سو بگم آه ببینید اون فلان تلویزیون برای خواننده
تیکت فرست کلاس میفرسته بیاد اونجا برنامه شروع کنه، بعد بهترین هتل پذیرایی میکنه، بعد باش نیم ساعت صحبت میکنه، صندلی عالی، میز عالی، فلان و این عالی. گفتم بابا اون تلویزیون اونجوریه، ما نمیتونیم. ولی یادت باشه موقعی که داشتی معروف میشد اون خواننده که چند روزه میخواستن معروف بشن، پشت همین میز نشسته بودن، پشت همین صندلی عوض شده، ولی میزه همین میزه. حالا داری به رخ میکشی که اونجا نمیدونم فرست کلاس میفرستن، آقا سکر بندازی بالا، هزار تا چرخ میخوره میاد پایین، دل نگران نباش، اشکالی نداره، ما با سی روز کردیم نگاه برنامه‌مون رو درست میکنیم. عرض کنم حضورتون سیروسیان عزیزم، با توجه به اینکه بُعد فکری شما بسیار مثبته، اینو جدی دارم از صمیم قلب خدمتتون میگم، میخوام یک موزیک ویدیو رو پخش کنم از یک خواننده‌ای که با این موزیک ویدیو معروف شد. قبلا هم سالیان سال کار میکرد، الان 2 میلیون ویور داره در یوتیوب و خوشبختانه از طریق همین تلویزیون معروف شد. اینقدر این وفادار هستش که میگه تعریفشو میکنه، ازش ممنونم. خانم سحر، این عزیز، این هنرمندی که الان در انگلستان هست، هنوزم رابطهشو با ما حفظ کرده و همیشه هم ازش هم ممنونم. من قدر میدونه، قدر شناسه. میخوام یه موزیک ویدیو ازش پخش کنم، حالا سوا اینکه خود هنرمند کارهاش بسیار دوست داشتنی است، اجراهاش بسیار دوست داشتنی است، من میخوام دیدگاه سیروس کدونی رو در ارتباط با کارگردانی این موزیک ویدیو بدانم. برات نوشتم، برای ای وای. بله، موزیک ویدیو یه ای وای، چون من میدونستم برای بدهکارم. خیلی ببخشید بینندگان عزیز، 22 میلیون نفر این موزیک ویدیو رو نگاه کردن، 22 میلیون نفر، ببخشید، خیلی معذرت میخوام. سرجام شما میبخشید. البته این فقط یوتیوب، تلگرام. بله بله بله، 22 میلیون نفر، همونطور که سیروسیان هم اشاره کردن در یوتیوب. دیدگاه از قرار معلوم آقای کامکار این موزیک ویدیو رو آشنایی دارم. آشنایی داری؟ سعید جان ببخشید، من وقتم چند دقیقه داریم جناب کارگردان؟ 2 دقیقه. آیا میشه در 2 دقیقه؟ 100%. خواهش، مرسی. اول اینکه من نظر، یعنی کسی نظر خودم رو بخوام بدم، به نظر من ویدیو توی ویدیو از تا جایی که آرتیست رو خراب نکنید، چهره بد، حرکت زشت، زننده، چیزی از آرتیست نشون ندید که اذیت بکنه، ویدیو خوبه. و این ویدیو هیچ چیز اذیت کننده ای نداشت، هیچی. به نظر من خیلی آرتیستم شیرین، جذاب، زاویه‌های خوب. البته این فقط کار کارگردان نیست، خب کارگردان میتونه اشتباه گاف بده، یه چیز بعد اون تو بذاره، ولی خود هنر کسی که جلو دوربین، آرتیست خانم سحر الان اینجا، هنر خودشون که بتونه خودشو دوست داشتنی تو دل برو نشون بده که آدم، چون ببینید اتفاق خاصی هم نمیافتاد، حالا بگیم پشتش داره ماشین منفجر میشه، هلیکوپتر بیاد، فلان یا چیز، این خود وجود خود آرتیست بود که آدم دوست داشت تصویر رو نگاه کنه، جذاب بود، شیرین بود. و در ضمن کارگردان کارش رو خوب انجام داده بود، نورپردازی خوب، ادیت خوشگل. این به نظر من یه ویدیوی خوبه که برای آرتیست کار میکنه. و بسیار ممنونم از مرسی از شما، خواهش میکنم. خانم آقایان، این بود برنامه یه تاک شو از شبکه جهانی ITN. از شما سپاسگزارم، از وحید عزیز کارگردان خوب برنامه تشکر میکنم، به امید یک برنامه دیگر. فعلا خدا نگهدار.